این عمل به حمله شایع یاد خداست. و بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما ارسلنا فیکم رسولا منکم یسر علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. در ضرورت رسالت وحی و نبوت انبیا علیهم السلام و علیهم السلام خدای سبحان این چنین فرمود که انبیا عموماً به وجود مبارک خاتم علیه آلاف و تحییت و سنا خصوصاً برنامه های اونها تلاوت آیات الهی و تزکیه نفوس و تعلیم نفوس است. اونگاه فرمودن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی وجود مبارک پیغمبر مطالبی به شما انسان‌ها می آموزاند که درک اون مطالب مقدور خود شما نبود و نیست. شما نمی توانید بدون واسطه وحی به اون معارف برسید. این چه این نیست که پیغمبر وجودش مقطعی لازم باشد یا وجودش در حد یک تأیید نسبی باشد، بلکه وجود پیغمبر امری ضروری و دائمی. در حقیقت نبوت برای بشر ضروری است و دائمی. در تمام جوامع بشری وجود وحی ضروری است، زیرا پیغمبر چیزی به انسان‌ها می آموزاند که رسیدن به اون معارف مقدور انسان‌ها نیست، در حالی که رسیدن ضروری و لازم است. یک وقت ممکن است کسی چیزی به یاد دیگران بدهد که دیگران بدون او یاد نگیرند، ولی وجود و عدم اون علوم سواء باشد، ضرورتی برای فراگیری این علوم نباشد. یک وقت کسی چیزی به دیگران یاد می‌دهد که نیل به اون علوم برای انسان‌ها ضروری است اولا، و بدون این معلم به او دسترسی ندارن ثانیا. ظاهراً وجود یک همچون معلمی، وجود یک همچون تعلیمی ضروری خواهد بود. خدای سبحان می‌فرماید وجود مبارک پیغمبر چیزی به انسان‌ها یاد می‌دهد که برای انسان‌ها ضروری، و بدون وجود پیغمبر هم انسان‌ها به دسترسی ندارند. این تعبیر و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در مسائل تشریعی نظیر آن است که در مسائل تکوینی در سوره مبارکه کهف این چنین فرمود که خدای سبحان باران نازل میکند، به وسیله باران درخت میرویاند که اگر خدا نمی بود و باران نمی بارید رویش درخت مقدور انسان ها نبود. فرمود خدا بارانی می فرستد، به وسیله بارش باران شجر برای شما می رویاند. ما کان لکم انتون به تو شجره ها، یعنی برای شما مقدور نبود که اگر ما بارون نمی باریدیم درخت رویانید. همون طوری که رویش درخت به رشد درخت مقدور شما نیست، باید بارون ببارد تا گیاه رشد کند و درخت به بار بنشیند. رسیدن به علوم و معارف بدون وحی و رسالت میسر نیست. این شجره طوبی را انبیا می رویانند، این درخت را اونها به ثمر می رسانند. این تعبیر و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در مسائل اعتقادی و دینی مانند تعبیر ما کان لکم انتون به تو شجره ها در مسائل تکوینی، یعنی اگر خدا بارون نمی فرستاد برای شما مقدور نبود که درخت کاری کنید و از میوه درخت استفاده کنید.
الانم اگر خدای سبحان با وحی و رسالت انسانها را تربیت نکند، ممکن نیست جوامع بشری بتوانند رای سعادت را طی کنند و تزکیه بشوند. اما اون علومی که خدای سبحان به وسیله انبیا یاد انسانها میدهد، که اگر انبیا نمی بودند دسترسی به اون علوم میسور انسانها نبود، اون علوم قسمت مهمش راجع به معاد و احکام دین. درباره معاد، مرگ به بعد، بسیاری از مسائل هست که عقل دسترسی ندارد. ممکن است عقل اجمالا بفهمد مبدعی که حکیم است و عالم را آفرید برای انسانها روز حسابی قرار داد تا تبهکار و پرهیزکار یکسان نباشد. اما قبر چی؟ خصوصیات قبر چی؟ برزخ یعنی چه؟ مواقف برزخ چی؟ قیامت چگونه منعقد می شود؟ مشاهد قیامت چی؟ بهشت چگونه است؟ جهنم چگونه است؟ صدها مسائل است که اصلا عقل راه ندارد. هیچ ممکن نیست که انسان منهای وحی به اون مسائل برسد. اینها اموری است که اگر وحی نبود هرگز فهم اونها مقدور عقل نبود. و چون جریان معاد و مسائل بعد از مرگ امری یقینی مما لا ریب فیه است و وضعش برای عقل روشن نیست، قهرن عقل نمی داند برای اون نشأه چه فراهم بکند. اجمالا می داند که باید انسان خوبی باشد، می داند که باید خدا را بپرستد، اما چگونه بپرستد که در اون نشأه راحت باشد مقدور عقل نیست. چگونه عبادت کند، چجور نماز بخواند، چجور روزه بگیرد، چجور کعبه را زیارت کند و ماننده. مسائل دینی، تعبدیات دین مقدور عقل نیست که اینها را بفهمد. فقط عقل می فهمد که باید خدا را عبادت کرد و بس، غیر خدا را نپرستید. اما چگونه به خدا را بپرستند مقدور عقل نیست. پس مسائل بعد از مرگ اونقدر پیچیده است که به استثنای خطوط کلی و اصول کلیش را عقل درک نمی کند. و صدها مسائل پیچیده جزئی برای بعد از مرگ هست که فهمش مقدور انسان ها نیست. و برای رهایی از خطرات مواقف قیامت باید طور عبادت کرد که به درد اون نشأه بخورد. این را عقل نمی کند. لذا احکام را خدا یاد انسان ها داد که اگر نبود مسئله وحی و رسالت، کیفیت نیل به این احکام مقدور انسان ها نبود. جریان برزخ و عوالم بعد از مرگ را وحی یاد انسان‌ها می‌دهد که هرگز بدون وحی نیل به اونها میسور انسان‌ها نیست. نحوه شناخت خدا، گرچه بعضی از مسائل کلی مربوط به توحید و خداشناسی را عقل به استقلال درک می‌کند، ولی بسیاری از مطالب دقیق را هم درباره مبدأ شناسی شرع به عقل راهنمایی می‌کند. قهرن بسیاری از علوم و معارف است که وحی به عقل می آموزاند که اگر وحی و رسالت نمی بود فهم اونها مقدور انسانها هرگز نبود و نخواهد بود. لذا فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همون تعبیری که درباره تکوین. چون اهمیت وحی و عظمت رسالت و نبوت را بازگو کرد، اونگاه فرمود تذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. این نعم را که شما مسئله قبله بود، کیان اسلام در قبله است، عظمت کعبه بود، عظمت وحی و رسالت بود، عظمت تزکیه و تعلیم بود، این گونه از نعم را که شما را کرد، اونگاه فرمود پس به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم. من که نعمم را دیدید وقتی به یاد شما هستم که شما هم به یاد من باشید، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. برای اهمیت مسئله است. یکی خاص بعد از آن یکی از بهترین نکاتش همون اهمیت مسئله است. فذکرونی اذکرکم
وشکرولی ولا تکفر. خدای سبحان به عنوان تلطف و مهر با انسان‌ها در حد یک داد و ستد کننده سخن میگوید. گاه میگوید به عهد من وفا کنید تا من به عهدم نسبت به شما وفادار باشم. اوفو به عهدی اوفه به عهدی. در آیه 40 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این چنین فرمود: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم و ایای فرحبو. فرمود به یاد نعمم باشی، عهد مرا وفا کنی، منم به عهد شما وفا بود. خدای سبحان تعهد کرد که اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح بود او را به بهش ببرد، برکات دنیایی اعطا کند، بمانند خود را از باب داننتی علوهی اونقدر نزدیک انسان ها میکند تا با انسان پیمان میبند. گاهی پیمان تجاری میبندد، گاهی پیمان اجاری میبندد، گاهی سخن از اجر است، گاهی سخن از بیع و شرا است بماننده. اما گاهی میفرماید به یاد نعمم باشید، گاهی میفرماید به یاد خودم باشید. تعبیر اذکرو نعمتی غیر از اذکرونی. این چیزی نیست که در اذکرونی حتما نعمت در تقدیر باشد، یعنی اذکرو نعمتی. چون قرآن معدوبه خدا و همه انسان‌ها را در کنار این قضای آماده فرا می‌خواند. هم انسان‌های متوسط را دعوت می‌کند، هم انسان‌های جزء اوحدی از بندگان است. اونها که جزء متوسطین از بندگانند، اونها به یاد نعمت، اونها را به یاد نعمت دعوت می‌کند تا نعمت اونها را افزوده کند. که لئن شکرتم لأزیدن. اونها که جزء اوحدی از انسان ها هستند، بهترین نعمت برای اونها لقای حق و یاد حق است، اونها را به یاد خود دعوت می کنند. در مناجات امام سجاد سلام الله علیه آمده است که یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. یعنی اگر دیگران به فکر جنات و تجدین تحت الانهارم، من به فکر جنت و لقایم. تو جنت منی، تو دنیای منی، تو آخرت منی، تو نعیم منی. و اگر فرمود اذکرونی اذکرکم، یعنی به یاد من باشید تا من هم به یاد شما باشم. گاهی انسان به یاد نعم است، مانند اوصاف از اهل ایمان. گاهی به یاد منعم هست، مانند اوحدی از اهل ایمان. اونها که میگویند ما خدا را نه برای ترس از جهنم و نه برای شوق بهشت عبادت میکنیم، اونها به یاد حقن، نه به یاد نعم حق. میدانند خدا اونها را از نعم برخوردار میکند، ولی خدا را میطلبند، نه نعم او را. گرچه میدانند خدا همه این خواسته های اونها و نخواسته های اونها را بینا خواهد داد. پس این که فرمود اذکرونی، صدهش بالاتر از آن است که فرمود اذکرو نعمت. و اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد او. خطاب به عموم هست، منتها مستمعینی که به این خطاب مخاطبن برداشت های گوناگون دارن. اون که متوسط است وقتی گفتن به یاد خدا باش، او به فکر نعم خدا هست. او همین که گفتن به یاد خدا باش، دیگر جنت و لقا به ذهن او نمی آید. می گوین به یاد نعم خدا هم به یاد خداست. و اون که جزء اوحدی از انسان هاست، مثل امام سجاد سلام الله علیه که عرض می کند یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، او از این کلمه اذکرونی همون اذکرونی می فهمد. اما این که فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم، منظور این یاد خاص خداست، وگرنه خدا هرگز فراموش نمی کند. چون فرمود و ما کان رب که نسیان. نسیان برای کسی که علم محض است مستحیل است. خدا علم محض است، علم نسیان پذیر نیست، چون علم جهل پذیر نیست. اگر علم نسیان بپذیرد، یعنی نقیضین با هم جمع شده. ممکن است یک انسان فراموش کند، اما یک موجودی که عین شهود و عین حضور است، او اگر نسیان بپذیرد، یعنی شهود شده ذهول و غفلت، علم شده غفلت. و اگر ذاتی عین العلم بود، مستحیل است که نسیان بپذیرد. اضافه بود و ما کان ربک نسیا.
خدا اهل نسیان نیست، اما اون یاد تشریفی را ندارد. خدا به یاد همه است تا مؤمنین را به پاداششون برسارد و مجرمین را هم به کیفرشون بنشاند که فبود انا من المجرمین منتقمون. اما همین خدایی که به یاد مجرم هست برای آن است که بگوید و میگوید انا من المجرمین منتقمون، همین خدا درباره مجرمین و تبهکارا میفرماید ما شما را فراموش کردیم، شما به یاد ما نیستی، کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. عده‌ای که در قیامت کور محشور میشوند به خدا عرض بکنند ما را چرا کور محشور کردی، رب لم حشرتنی اعنا و کنت بصیرا، جواب می آید که تو آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموش می شوی، امروز ما به یاد تو نیستیم. خدایی که به یاد اوست و با او سخن می گوید و به عنوان انتقام از مجرم او را کور کرده است، می گوید تو به یاد ما نیستی. یعنی اون یاد تشریفی و یاد عنایت که باعث بینش و بینایی انسان هاست، ما اون یاد را نسبت به تو روا نمی داریم. معلوم می شود اگر کسی به یاد خدا باشد، خدا به یاد او و او بینا می شود، و اگر کسی به یاد خدا نباشد، خدا به یاد او نیست، او نابینا می شود. اثر سوء نسیان خدا آن است که انسان نابینا می شود. به کورهای قیامت می فرماید شما آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموشمون شدی، ما تو را از یادمون بردیم. چون که نسبت به منافقین می فرماید نسوا الله فنسیه، اینا خدا را فراموش کردن، خدا اینا را فراموش کرد. خدا اینا را فراموش کرد یعنی دیگر اون توفیق بینش را به اینا نداد، قلبشون شده کور. پس هم در جنبه اثباتی فرمود فذکرونی اذکرکم، هم در جنبه سلب فرمود نسوا الله فنسیه، هم بین یادها تلازم هست، همه بین نسیان ها. همون چون منافقین خدا را فراموش کردن، فراموش شدن. شما به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد، و اثر یاد خدا هم بینش قلب است که انسان را بینا می کند. چون که اثر سوء نسیان هم کوری دل هست. همون تذکرونی اذکر، نه خدای سبحان فرمود به یاد من باشید. منتها هر کسی به اندازه خود از این آیه استفاده می کند. تو این آیه برای همه، مثل وجود مبارک پیغمبر که فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر قوله. نه اینکه بعضی از حرفها را به بعضی میگیم، بعضی از حرفها را به بعضی نمیگیم، همون نه، فرمود ما با مردم به اندازه عقل اون حرف میزنیم، یعنی حرفمون کشش دارد، هر کسی به اندازه عقلش میفهمد. ما در این امر جامع استعمال کردیم، اون جامع درجاتی دارد، هر کسی به اندازه درجه ایمانیش از اون معنا ترخی میبندد، چون لهم درجاتون. وگرنه این چی نیست که ما بعض اسرار بگوییم بعضی را نگوییم. ما حرف میزنیم، هر کس به اندازه عقلش از حرف ما استفاده میکند. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. آیات هم همین طور است. همون فذکرونی اذکرکم، اون که کشش ندارد میگوید حتما در اینجا مضاف مقدر است. فذکرونی یعنی فذکرونی نعمتی. اون که کشش و کوشش دارد میگوید وقتی جنت اللقا در پیش هست، خب ما به یاد حقیم. چرا بگیم مضاف مقدر است؟ خب به یاد خدا بودن و برتر از بهشت اندیشیدن یه راهی. اون که میگوید من خدا را عبادت میکنم نه برای ترس از جهنم، نه برای شوق بهشت، بل برای اون که او را محبوب میدونم و اهل محبت و عبادت میدانم، اون که دیگر نمیگوید فذکرونی، یعنی فذکرونی نعمتی مضاف مقدر است. ولی وقتی به دست توده مردم بدید، چون که نوع مفسرین در این حدن، اونا میگن فذکرونی یعنی فذکرونی نعمتی. اون که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه به یاد حق است، وقتی گفتن به یاد خدا باش به فکر بهشت است، یا به فکر ترس از جهنم است.
اما اون که میگه حبنی صبر تو علا هر نار که فکیفه از دورای نظر الان فراغی که اون میگه فذکرونی هم فذکرونی نه فذکرو نعمتی یا فذکرو عذابی بمانند. اما این که فرمود فذکرونی از پرکو برای آن است که انسان را بینا کن و این یاد را هم به نحو قضیه دل جمله اکتفا نکرده است، بلکه ما را به دل جمله دعوت کرد. نه این که فرمود گاهی به یاد من باشی، گرچه امر مفید تکرار نیست، گرچه امر مفید طبیعت ساریه نیست، گرچه امر مستوعب نیست، اما فرمود اگر بخواهی من به یاد شما باشم شما به یاد من باش. یعنی اگر یک لحظه به یاد حق بودی یک لحظه خدا به یاد بودی، اگر خواستی دائما مذکور خدا باشید به یاد حق باشید خب دائما خدا را متذکر باش. این فذکرونی از کرکم برای بیان تلازم بین دو ذکر و دو نسیان است. فرمود اگر فراموش شدن پیش خدا بد است پس هرگز خدا را فراموش نکن، اگر مذکور شدن پیش خدا خوب است پس همواره به یاد حق باش. لذا در سوره مبارکه اعراف آیه 205 سوره اعراف که تقریبا یک آیه مونده به پایان سوره فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا بدون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تكن من الغافلین. فرمود به یاد حق باش چه در جان چه در لب، چه یاد خدا در دل چه نام خدا بر زبان، دائما به یاد خدا باش. و تنها ذکر زبانی کافی نیست، برای اینکه فرمود با تضرع و خیفه انجام بده که صفت قلب است. و برای اینکه زبان هم به این نعمت برسد فرمود به یاد حق باش اما بدون الجهر من القول، خیلی لازم نیست با صدای جهر و آشکار به یاد حق باشی، و در بامداد و شامگاه به یاد حق باش، در آغاز روز به یاد حق باش، در آغاز شبم به یاد حق باش، در اول روز به یاد حق باش که روزت به یاد حق بگذرد، در اول شب به یاد حق باش که شبت به یاد حق بگذرد. آسال همون پایان روز است که آغاز شب به حساب می آید. این که فرمود دل قدوب و آسال به نحو تنازو متعلق به هر دو جمله خواهد بود، یعنی وذکر ربک فی نفسک دل قدوب و آسال بدون الجهر من القول بالغدوب والآصال، یعنی یاد خدا در دل در بامداد و شامگاه باشد، نام خدا بر لب در بامداد و شامگاه باشد. اونگاه برای اینکه مبادا کسی خیال کند دو طرف روز اگر به یاد خدا بود کافی، میفهمد ولا تکن من الغافلین. خب این لا تکن من الغافلین که نهی است، در باره امر گفتن مفید تکرار نیست، در باره نهی که گفتن مفید تکرار هست، برای اینکه از غفلت نهی کرده است. خب اگر کسی وسط روز خواست غافل باشد ولا تکن من الغافلین، خب میگیرد. در بین بامداد و نیم روز خواست غافل باشد لا تکن من الغافلین میگیرد. بین ظهر و عصر خواست غفلت کند لا تکن من الغافلین میگیرد. قهرن کل شبان روز را با مجموع امر و نهی تثبیت کرد که دائما به یاد حق باشید. پس اگر فرمود فذکرونی از کرکم در سوره مبارکه اعراف کل اوقات را با ذکر حق و با یاد حق تامین کرد، فرمود هرگز غافل نباش. خب گاهی انسان دارد کاری را انجام میدهد نمیتواند ذکر بگوید، اما اگر اون کار کار عبادی باشد یقینا ذکر خدا. انسان وقتی گرفتار دنیا شد خدا را فراموش کرد، اما اگر دارد کار آخرت انجام میدهد ولو به صورت دنیاست این یاد خداست. اگر کسی دارد کشاورزی یا دامداری میکند که به این مردم فداکار خدمت کند لله تعالی، این یاد خداست. ولو زبانی دارد با دیگری مذاکره میکند که چقدر به این درخت ها آب بده، دارد به اون مسئول آبیاری درخت ها دستور میدهد، میگوید اینقدر آب بده، ولی این یاد خداست، این کار خداست. اگر کسی لله قدم برداشت این عمل به هم بشایه یاد خداست و مصداق ذکر الله است.
البته بهترین و برجسته ترین یاد خدا نماز است، مخصوصا نماز جمعه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. از نماز مخصوصا نماز جمعه به عنوان ذکر رو خدا یاد کرده است. و در آغاز وحیابی موسی کریم سلام الله علیه فرمود اقم الصلاه لذکر، نماز از برجسته آثار ذکر خدا است. این درست. اما این که فرمود بامداد و شامگاه به یاد حق باش، صبح و شام غفلت نکن، معلوم می شود اگر کسی در راه اطاعت خدا قدم بردارد به یاد خدا، و معلوم می شود چیزی که مانع یاد خدا همون سرگرمی دنیا، هم موجبات یاد خدا را ذکر کرد هم موانع یاد خدا را. در سوره مبارکه کهف آیه 28 این چنین فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. همود با مردانی که بامداد و شامگاه به یاد حقن صابر باش، با اینها بتاز، مبادا چشمت از اینها منصرف بشود، به سراغ کسی حرکت کند که از مظاهر طبیعت برخوردار است. ولا تعدو عیناک عنهم تريد زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. فرمود مبادا حرف کسی را بپذیری که قلبش را ما از یاد خودمون غافل کردیم. معلوم می شود اساس ذکر قلب، نفرمود اون که زبانش به یاد ما گویا نیست او را نپذیر، پیشنهاد او را نپذیر. فرمود کسی که قلبش را از یاد خودمون غافل کردیم پیشنهادش نپذیر. اساس کار یاد قلب است، و اگر قلب متذکر بود همه جواره و اعضا متذکرن، ایش هم زبان است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. انسان هواپرست که به شهادت صدر آیه اهل دنیاست، او به یاد خدا نیست. پس نیل به هوا مانع از یاد خداست، چه این که یاد خدا هم مانع از هوا پرستی. اینها موانع یاد خداست. و اگر کسی احیانا فراموش کرد، چون خدای سبحان دستور داد دائما به یاد حق باش، باید این نسیانش جبران کند. در همین سوره کهف آیه 24 فرمود وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. اگر هم یه وقتی نسیان شد، فوراً اون را با یاد حق ترمیم کن و جبران کن. پس هر اندازه که انسان به یاد حق باشد، خدای سبحان به یاد انسان است، و یادآوری خدا اثرش این است که انسان هم در دنیا بیناست هم در آخرت. بعضی ها که دنیا می طلبند به یاد خدا نیستند. فرمود به این که شما وقتی در مکه شرکت کردید، اون مراسم عرفات و مشعر را انجام دادید، تذکر الله عند المشعر الحرام و اذکروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الضالین. اونگاه در آیه 198 همین سوره بقره می فرماید ثم عفیز و من حیث افاز الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. آیه 200 این چنین است همون فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا. چون در منا جمع می شدند فکر مفاخر گذشته بودند، فرمود به یاد خدا باشید اونطوری که به یاد پدرانتون، بلکه شدیدتر. این شدت به تعبیر سیدان استاد رضوان داره وصف ذکر قلبی است، ذکر لسانی. ذکر لسانی را نمیگن شدید، ممکن است جهر و اخفاف صفت ذکر لسانی باشد، اما شدت وصف ذکر قلبی است. مثل که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، این شدت صفت امر قلبی است. فرمود شدیدن به یاد خدا باشید او اشد ذکرن. اونگاه فرمود مردم چند دسته، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضیا فقط دنیا میخوان، اینا به یاد خدا نیستن، اینها دنیا میخوان نه دنیای حلال.
دنیا میخوان هرچی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. دیگر نمیگن آتنا فی الدنیا حسنه، میگن آتنا فی الدنیا. این یقولو نه یعنی زبانی میگن، منطق اونها این است، حرف اونها این است، حرف بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده هرچی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین چه حلال چه حرام. نمیگن آتنا فی الدنیا حسنه. همین ها که مکه رفتن، همین ها که از اعمال عرفات و مشعل فراغت پیدا کردن در منا گرد هم آمدن، گرچه به اثر ظاهر مکه رفتن به یاد خدا هستن. این لبیک به یاد خدا هست، ذکر الله هست به هم اولی و قفلت از خدا هست به هم لشایی، مثل نماز خوندن خیلی از ما. این نمازی که ما با نیت میگیم مثلا 4 رکعت نماز ظهر، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایه، برای اینکه نمیدانیم چه میکنیم و نمیدانیم در طی نماز با چه حرف میزنیم. این به حسب حمل اولی نیت است و حسب حمل شایه غفلت است، مصداق غفلت است. در این کریمه فرمود بعضی میگن خدایا ما دنیا بده هر چی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. خلاق یعنی نفی. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. حرف دیگر این است که خدای ما دنیای حلال بده آخرت حلال بده. حرف بعضی ها این است که خدای ما دنیای حلال بده، در دنیا حسنه بده، در آخرت حسنه بده. این منطقه ادهی، اینا به یاد حق هست. این که فرمود وقتی کارهای شما تمام شد در منا گرد هم آمدید به یاد خدا باشید، یاد خدا اینه. پس کسی که دنیا طلب است به یاد خدا نیست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار الا که لهم نصیب مما کسبوا والله سریع حساب. والحمد لله رب العالمين.